سمبول و نماد صلح و آرامش در کشورهای مختلف. آرامش همان چیزیه که افراد در سراسر دنیا به دنبال اون هستند. و خوشبختانه موهبت‌های زیادی به ما اعطا شده که بتونیم اون رو در زندگی خودمون حفظ کنیم و اگه کمی تحقیق کنیم متوجه میشیم که در سراسر دنیا آرامش یک معنی داره. اما راه‌های رسیدن به اون کاملاً متفاوته. اینجا موج معکوسه و می‌خوایم بریم ببینیم سمبول و نماد صلح و آرامش در کشورهای مختلف چیه. ممنون که با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت می‌کنین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه‌های بعدی ما قرار بگیرین. سمبول یه نشونه یا یه مفهومه که از ایده خاصی سخن میگه. سمبول میل ما رو برای رسیدن به ارتباطات بهتر نشون میده. همونطور که زبان ما برای صحبت با مردم تمام دنیا یکی نیست، علامت‌ها و سمبول‌های ما نیز متفاوته. در این برنامه می‌خوایم بریم به سمبول آرامش در سراسر دنیا اشاره کنیم. سمبول ضد هسته‌ای. این علامت سمبول آرامش در کل سیار است. تا به حال به احتمال زیاد هزاران تصویر از این لوگو رو در اینترنت یا بنرهای مختلف دیدین که این تصویر کمی کنایه آمیزه و میتونه معانی مختلفی هم داشته باشه. جالب بدونید قدمت این تصویر به سال 1950 برمیگرده، زمانی که افراد در کمپین ضد هسته‌ای اقدام به ساخت این علامت کردند. کم کم با گذشت زمان این علامت محبوبیت زیادی پیدا کرد و به عنوان سمبول آرامش در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح شد. سمبول شاخه زیتون. شاخه زیتون یکی از قدیمی ترین سمبول ها در اروپا هست و اولین بار هم در یونان باستان مورد استفاده قرار گرفت و در اون زمان ها شاخه زیتون رو روی سر عروس قرار می دادن یا اینکه اون رو به افراد برنده در المپیک هدیه می کردن. بسیاری از مردم اروپا شاخه زیتون رو سمبول پرستش و بخشش می دونن که به نوعی تداعی کننده و انعکاسگر آرامش برای این مردم هست. سمبول قمری. سمبول قمری هم قدمت زیادی داره و البته ریشه اون به زمان مسیحیت برمی گرده. در زمانهای قدیم قمری رو پرنده می شناختند که بالهایی شبیه به شاخه زیتون داره و ظاهر قمری سفید هم مانند موج دریا بوده. برای اونها زندگی روی کره زمین رو توصیف می‌کرده. و به همین دلیل این پرنده کم کم به سمبول آرامش و خوشبختی تبدیل شد. و اگه در تاریخ مسیحیت هم کمی جستجو کنیم، با تصاویری روبرو میشیم که در اون قمری سفید به معنای خوشبختی کشیده شده. و این تصویر در دوران جنگ سرد هم طرفداران زیادی داشت. سمبول وی یا پیروزی. استفاده از دو انگشت اشاره و میانی میتونه نشون دهنده سمبول آرامش باشه و این علامت معانی مختلفی داره و اون رو میتونیم هم به معنی آرامش و هم پیروزی تلقی کنیم. جالب بدونید قدمت این علامت به جنگ جهانی اول برمیگرده و کم کم با تمام شدن جنگ در میان مردم رواج پیدا کرد تا اینکه امروزه استفاده از اون بسیار افزایش پیدا کرده. سمبول ماهیخوار کاغذی. ماهیخوار کاغذی یه سمبول متفاوته که از سال 1960 در ژاپن رواج پیدا کرد و تاریخ قدمت این سمبول به جنگ جهانی دوم و حمله هیروشیمای آمریکا به ژاپن بوده. این نماد اولین بار توسط دختری ساخته شد که در اثر امواج هیروشیما عذاب می‌کشید. اونها عقیده دارن که اگه یه فرد تنها یکی از این ماهیخوارهای کاغذی رو درست کنه میتونه به هر چیزی که میخواد در زندگی برسه. در واقع به دلیل همین جنگ و بیگناهی اون دختر آسیب دیده در هیروشیما کم کم این سمبول به عنوان نماد آرامش در این کشور شناخته شد. سمبول تفنگ شکسته. این سمبول اولین بار در سال 1909 میلادی ابدا شد و کم کم طرفداران زیادی پیدا کرد و اکنون به عنوان لوگو هم در بسیاری از برندها مورد استفاده قرار میگیره و در واقع معنی این سمبول اینه که اگه کشوری وارد جنگ بشه، کشورهای دیگه در سراسر دنیا از او حمایت خواهند کرد و یکدیگر را تنها نخواهند گذاشت. سمبول سلام. این نماد
همون کلمه سلامه که در عربی معنای آرامش هم هست. این لغت در بین مردمان آسیای شرقی و مسلمانان بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیره و افراد به اون معتقد هستند. سلام انعکاس دهنده امید برای آینده و بسیار آرامش بخشه. و این آرامش به این معناست که در آینده هیچ تروریست و جنگی وجود نخواهد داشت تا مردم رو به سختی بندازه. سمبول صلح و آشتی. این سمبول هم نماد آرامش در کشورهای آسیایی هست. مردم چین از اواسط قرن بیستم از این نماد به عنوان سمبول آرامش استفاده کردند. و هدف اولیه این سمبول اینه که نشون بده کشورهای دنیا از تروریست ها و افراد جنگجو در امان هستند و در داخل این دایره قرار می گیرن و آسیبی به اونها وارد نمیشه و سربازان در امنیت کامل به سر می برن. سمبول بودا. انواع مختلفی از سمبول آرامش در بودا وجود داره که یکی از اونها لوتوس سفید، چرخه هارما، خود شخص بودا و غیره هست و بیشترین این سمبول ها نشون دهنده آرامش درونی هستند. چون خود شخص بودا درونش رو از آشفتگی ها و مشکلات روزگار دور کرده و اکنون میشه موارد مختلف آرامش در سراسر دنیا رو شناخت. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه‌های بعدی ما قرار بگیرین. روز و روزگار به کامتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.